بپردازد و من با او رایدین در خدمت شما قرار دارم. در نخست مرور داریم بر روزنامه چاپ کابل در روزنامه چراغ. سکتور خصوصی در سال 2016 میلادی حدود 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند سکتور خصوصی در سال 2016 میلادی حدود 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. سیام الدین پسرلی مسئول مطبوعات این اتاق گفت در 6 ماه اخیر سال گذشته تجار و سرمایه گذاران از هر لحاظ مطمئن بودند که از همین لحاظ سرمایه گذاری رشد قابل ملاحظه کرد. آقای پسرلی افزود در 6 ماه نخست سال 2016 میلادی وضعیت امنیتی خراب نبود و حکومت با درک مشکلات تجار برای آنان فرصتهای سرمایه گذاری را مساعد و تاجران را به سرمایه گذاری اطمینان داد. به اساس معلومات آقای پسرلی اگر حکومت به همت سرمایه گذاران ادامه دهد در سال 2017 میلادی تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان دستاوردهای بیشتر از این خواهد داشت. خبر بعدی هم در همین روزنامه. تا یک هفته دیگر بودجه سال 1396 تصویب می شود. شمار از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که کار روی طرح بودجه نهایی شده و تا یک هفته دیگر با درج پیشنهادات نمایندگان از سوی وزارت مالیه دوباره به مجلس معرفی و به تصویب خواهد رسید. عبدالقادر زازه وطن دوست عضو مجلس نمایندگان می گوید آنان در نشست کمیسیون مالی و بودجه مجلس با اشتراک تمامی نمایندگان با وزارت مالیه بحث روی بودجه انکشافی انجام شده است و گفته آقای زازه بودجه 1398 تا یک هفته دیگر قبل از تعطیلات زمستانی به مجلس نمایندگان آمده و تصویب خواهد شد. گفته می شود که آخرین نشست مشترک نمایندگان مجلس با وزارت مالیه روز گذشته برگزار شده و در آن روی طرح نهایی سند بودجه موافقت صورت گرفته است. در همین حال منورشاه بهادری عضو مجلس می گوید که پیشنهادات اصلاحی نمایندگان در سند بودجه در آخرین نشست مشترک مورد قناعت وزارت مالیه قرار گرفت. سند بودجه سال پیش رو بعد از درج پیشنهادات نمایندگان بار دیگر از سوی وزارت مالیه به مجلس فرستاده می شود. بودجه سال 1396 به دلیل عدم توازن در اختصاص بودجه های انکشافی در ولایت ها از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود. شریک ساختن صلاحیت رئیس جمهور مشکل قانونی ندارد. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان میگوید که حکومت وحدت ملی به اساس مواد قانون اساسی به وجود آمده است. هرچند بیشتر انتقاد می شود که حکومت وحدت ملی در تضاد با قانون اساسی به میان آمده است، اما کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید که از لحاظ قانونی ایجاد حکومت وحدت ملی مشکل ندارد. رئیس این کمیسیون روز دوشنبه در نشستی که به مناسبت تجلیل از هفته قانون اساسی در کابل برگزار شده بود گفت که قانون اساسی به رئیس جمهور این صلاحیت را داده است که یک تعداد نهادها را ایجاد کرده و برخ صلاحیت‌های خود را با دیگران شریک سازد. محمد قاسم هاشم زای رئیس این کمیسیون روز دوشنبه در نشستی که به مناسبت تجلیل از هفته قانون اساسی در کابل برگزار شده بود با وضاحت گفت که قانون اساسی برای رئیس جمهور صلاحیت ایجاد ادارات و تقسیم برخ صلاحیت‌ها را داده است. خبر بعدی هم در همین روزنامه. اوکلا در سردی زمستان بدخشان میدان گرم جنگ است. بدخشان در شمال شرق افغانستان در فصل سرما هم شاهد درگیری ها میان مخالفان مصالحه دولت و نیروهای امنیتی است. برخی نمایندگان مردم ولایت بدخشان در اولسی جرگه مقامات محلی این ولایت را در قسمت بیرون راندن طالبان از 2 اولسوالی ناکام میخوانند. آنان میگویند به دلیل کم توجه حکومت مرکزی و سهلنگاری مسئولین امنیتی 2 سال میشود که طالبان در 2 اولسوالی این ولایت را به گونه کامل زیر تصرف دارند. نیلوفر ابراهیمی یک عضو اولسی جرگه میگوید طالبان در پهلوی این که در برخی اولسوالی ها به گونه قسمی حضور دارند، حکومت مرکزی و محلی از 2 سال به این سو نتوانسته تا اولسوالی های یمگان و وردوش را از اداره طالبان بیرون کنند. به گفته خانم ابراهیمی از 2 سال به این طرف اداره اولسوالی های وردوش و یمگان با گونه کامل به دست طالبان است. مسئولین امنیتی بدخشان حتی در زمستان سال گذشته خبر داده بودند که این اولسوالی ها را از اداره طالبان بیرون می کنند، اما به گفته برخی نمایندگان مردم در شورای ولایتی بدخشان و شورای ملی تا حال مسئولان امنیتی برای پسگیری این اولسوالی ها عملیات را راه اندازی نکردند. در صورتی که در زمستان امسال اولسوالی های وردوش و یمگان از تصرف طالبان بیرون نشود، شورای ولایتی این ولایت نگران بهار و تابستان پیشرو هستند.
وزیر عدلیه حکومت برگزاری لوی جرگه قانون اساسی متعهد است. رئیس اجرایی پیش از این گفته است که او طرفدار تغییر نظام کنونی به نظام پارلمانی است، اما تاکید ورزیده است که این خواست او به معنای مخالفت با قانون اساسی کنونی نیست. بصیر انور وزیر عدلیه افغانستان روز دوشنبه گفت که حکومت وحدت ملی به برگزاری لوی جرگه قانون اساسی متعهد است، اما تاکید کرد که برگزاری لوی جرگه وابسته به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها می باشد. هرچند در توافقنامه حکومت وحدت ملی آمده است که درازای 2 سال لوی جرگه درباره تغییر مقام رئیس اجرایی به نخست وزیر فیصله صادر کند و نیز انتخابات شوراهای ولسوالی برگزار شود، اما تا کنون هیچ نشانه ای از عمل شدن این توافقنامه به چشم نمی خورد. بر بنیاد توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی برای مشروعیت بخشیدن به ریاست اجرایی در درازای 2 سال باید لوی جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار شود و درباره ایجاد مقام نخست وزیر تصمیم بگیرد، اما وزیر عدلیه تصمیم گیری در را در این باره و نیز آوردن تعدیل را در قانون اساسی پس از برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ممکن میداند. آقای وزیر گفته است که انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولسوالی ها را وقتی به پایان اکمال برسانیم ان شاء الله. من از طرف حکومت وحدت ملی این را به شما میگویم که لوی جرگه همچنان برگزار خواهد شد. اکنون وقفه کوتاهی داریم. سلام، با ادامه برنامه آغاز روز خوش آمدید و حالا هم من بابر آیدین در خدمت شما قرار دارم. وزارت دفاع افغانستان و برخی از مسئولان امنیتی میگویند که در نقاط مختلف، البته در نقاط ناامن افغانستان، عملیات گسترده علیه طالبان مسلح و دیگر گروه های راست افغان را اندازی شده است. اما برخی از باشندگان کندوز و نمایندگان مردم کندوز در مجلس نمایندگان و همچنین اعضای شورای ولایتی این ولایت به این باور هستند که هنوز هم ناامنی ها ولایت کندوز را تهدید میکنند و عملیات هایی که باید راه اندازی میشد در این ولایت تا هنوز راه اندازی نشده است و نیروهای امنیتی افغان هم حالت دفاعی را در این ولایت به خود اختیار کردند. برای بحث بیشتر آقای بشیر بیژن، سرپرست نهاد خدمتگزاران کابل، را اینجا با خود داریم. آقای بیژن سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. واقعا با حالت دفاعی میتوان که امنیت را تامین کرد در نقاط مختلف افغانستان، به ویژه در نقاط ناامن همچون قندوز؟ تشکر، سلام بر شما، سلام بر مردم نجیب افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدین به صورت بسیار مختصر بگویم که مجموعا برخورد حکومت به عنوان مرجع مسئول در قبال ولایات و بخصوص در ولایاتی که جنگ جریان داره و در ولایاتی که حضور گروه های دهشت افغان به شدت محسوس هست، به صورت کل مشکوک به نظر می رسه. استثنان اگر ما بحث متمرکز بسازیم بالای کندوز، در قضیه کندوز ما شما شاهد افشاگری ها، شاهد اتهامات، شاهد گمان های بسیار غیر مثبت از جانب مردم، از جانب وکلای پارلمان، از جانب متنفذین و از جانب رسانه ها و برخی از آدرس های دیگر از ابتدا بودیم. امی که حکومت بازم به عنوان مرجع مسئول در قضایای مهم مملکت به گونه شفاف برخورد نمی کنه و شرایط به گونه مهیا میشه که از اقدامات دولت میزان شک و تردید و بیباوری افزایش پیدا بکنه، خود نشان میده که ما نسبت به سرنوشت ما باید یک مقدار نگرانی های معین داشته باشیم. جانب حکومت همیشه کوشش کرده واقعیت ها را کتمان بکنه، روی واقعیت ها پرده بیندازه، با بیانات نه واقعی مردم مشغول و مصروف بسازه و از این طریق شرایط خود به خود برای گروه های مزدور و گروه های دهشت افغان که ابزار هستند برای تحقق اهداف شوم و پلید بیگانه ها
بیشتر امو شرایط یا بستر برایشان مساعد میشه. ما بارها این مسئله را با سران حکومت با مراجع مسئول مطرح کردیم که اینها چرا برخوردشان در حوزه مسئولیت ها و مکلفیت هایشان آنچنان شفاف و آنمود نمی کنند که امو تشویش، امو شک، امو بیباوری حداقل کاهش پیدا بکنه. اجازه بدین بگوییم که محتوای برخی از حوادث، یعنی محتوای برخی از حوادث به ذات خود نشان میده که حرفی وجود داره و برعلاوه که از طریق نمایندگان مردم، از طریق باشندگان محل در جایی که حادثه رخ میده، ما شما شاهده در طول همین مدت به خصوص در قضیه قندوز شاید اتهامات به برخی از مسئولان محلی حکومت و برخی از مسئولان حکومت در مرکز هم چنان بودیم. این ما میدانیم که جنگ افغان ها نیست، این جنگ بیگانه ها است. مثل که در این فرصت را برایشان که مهیا کرده در افغانستان بیاین و برای مردم افغانستان تحمیل بکنن و مردم افغانستان در این میان قربانی شوند. حضور ستون پنج در ساختار قدرت یک مورد بسیار شدید نگرانی بوده که از مدتها به این طرف روش بس میشه و این بس حتی باعث نگرانی بسیار شدید برای مردم افغانستان شده. حضور در پیوند با برخی از حوادث وانمود میشه که شرایط همکاری از سوی برخی از اشخاص منصوب به دولت با گروه های دهشت افکن، اینها مواردی بوده که از منابع مختلف، از آدرس های مختلف ما شنیدیم و شاهد اتهامات شدید بودیم. اما اجازه بدین که ایرم بگوییم که امی خود محتوای برخی از حوادث نشان میده که حوادث از قبل ترسیم شده است، از قبل مندیسی شده است و حلقات یا اشخاص یا حلقات هم در داخل نظام هم در ماحول نظام برای حوادث ماموریتی را انجام میتن یا انجام دادن. ما میگیم که ما اگر ادعا بر ای باشه که اینجا نظام دموکراتیک است، نظام دموکراتیک یعنی نظام مستقیم متعلق به مردم، هر اقدامی که صورت میگیره باید مردم محتوایش به صورت دقیق و مشرع آگاه باشن. مثلا کاری که نباید آگاهی با آگاهی مردم داده شوه او کار صورت میگیره. به گونه مثال تا جایی که ما از تجربه خود میگیم، عملیات های نظامی یک راز بسیار عمیق است برای ارگان های قوای مسلح. من تا امروز این را درک کرده نتانستم که وزارت دفاع یا وزارت داخله یا مجموعه حکومت چرا مثلا مدت ها قبل از این که عملیات اجرا شوه او را رکلام میکنن. من این مسئله را تا حال درک کرده نتانستم، در حالی که در افغانستان بالای 40 سال است که جنگ جریان داره. در نظام های گذشته حتی منصوب اردو یا منصوب پلیس که متعلق به اون برنامه عملیاتی یا جنگی بود، او نمی دانست که به کجا سوق میشه، به کدام ولایت میره، به کدام ولسوالی یا به کدام جبهه میره. یعنی حفظ راز نظامی اینمه قدر مهم است. اما ما برعکس مثلا میبینیم که عملیات میوان چطورکایی و عملیات اسمایی که اینا میگذارن، کودی که میتن، اینمی مدتها قبل از تریبیون های مختلف این تبلیغ میشه که در این تاریخ، در این زمان، در این آدرس این با این حجم عملیات است. مسلمن که تا جایی که ما به لحاظ تجربه، البته نظامی مسلک من نیست ولی از روی تجربه میگم، اینمی نوع برخورد همچنان
فرصت سازی میکنه برای گروه های دهشت افکن، برای گروه های تروریستی که خودشان مرتبتر بسازن، خودشان سطر اخفا بکنن و برای خودشان کارسازی و چارسازی بکنن. یک مسئله شما اشاره کردین، گفتن که کسانی در داخل نظام افغانستان است که گروه های حراس افغان را حمایت میکنه، منظور از ستون پنجم بود که نام بردین. حالا نیاز نیست که دولت افغانستان به عوض اینکه بیاید در میدان نبرد با طالبان یا دیگر گروه های حراس افغان بجنگه، این افراد را برمی‌شینه و محاکمه بکنه؟ زمان فرا نرسیده؟ از آدرس های مختلف این فریادها بلند شده و بارها و هزارها بار، اما کوچکترین تمکین از جانب مسئولان حکومت یا سران حکومت در این قضیه صورت نگرفته. مشکل در کجا بوده نکردن این کار را؟ خب از جوانب مختلف تعبیرهای گوناگون خلق میشه. عدم صداقت در برابر منافع ملی یک موردی است که در گمانها شامل است. عدم صداقت بر مکلفیت ها و مسئولیت های حوزه ماموریت سران حکومت، بالاخره اینا ادعا میکنند که برای مردم آمدند، گرچه که بنیاد حکومت وحدت ملی غیر قانونی است، مشروعیت قانونی ندارد. اما به هر حال اجبارهایی که ما با او مواجه شدیم، حال این اداره میپذیریم که اینجا ساختار دموکراتیک است، اما نوع برخورد به هیچ عنوان دموکراتیک نبوده و دموکراتیک نیست. زمامدارا و قدرتمندا که از یک طرف ادعا میکنن که ما دموکراتیک به وجود آمدیم، اما وقتی کرکتر اینا را مرور میکنین و برخوردهای اینا را وقتی ارزیابی میکنین، مثل زمامدارای نظامهای انقلابی و کودتایی و دیکتاتور اینا برخورد میکنن. اینمی خودش نشان میده که عدم سواد کافی برای درک و تعریف مشخص از نظام موجود به عنوان نظام دموکراتیک و مسائل متعددی هست. در اینجا فساد به شدت وجود داره. این فساد رخنه را برای همه پدیده های نامطلوب باز میکنه، برای دهشت افغان رخنه را باز میکنه، برای تروریست، برای جاسوس، برای همه. برخورد عدم رعایت اصل شایسته سالاری در تعیین ماموران مهم یا ماموران بالا، این خودش رخنه را باز میکنه برای هر پدیده نامطلوب. شما وقتی به عنوان رئیس جمهور، شما وقتی به عنوان رئیس اجرایه، بدونی که درد مردمتان درک کنین، بدونی که مسئولیت هایتان صادقانه برایش نگاه کنین، کدام آدم باید سفیر شود، چی تعلقاتی با خانواده داره، کدام آدم باید وزیر شود، چی تعلقاتی با کمپاین داره، چی تعلقاتی با حفظ منافع نامعجید داره، این گونه برخورد فضا را در یک کشور به گونه ترسیم میکنه که در اوج جاسوس، فاسد، وطن فروش، تروریست، آدمکش، رهزن، پودر فروش، همه کس بتانه به راحتی همو پیشه و مسلکش پیش ببره. آقای بیژن، حالا نگرانی از این است که تا چند پیش هم نیروهای امنیتی افغان در کندوز حالت تلافی را به خود اختیار کرده بودند و طالبان مسلح و دیگر گروه‌های رسافگر هم تا چند کیلومتری شهر کندوز خود را رساندند. با این حال اگر این گونه ادامه پیدا بکنه و همین آلت تدافی بیشتر از این شوه، کندوز بار دیگر در معرض خطر قرار خواهد گرفت؟ ببینین، از لحاظ قوانین جنگ، من گفتم که این مسلک من نیست، اما تجربه داریم. ما نسل جنگ هستیم. این کشور بالای 14 جنگ سپری شده. اما خود آلت دفاعی هم شرایطش تعریف شده است در نظام، در اردو یا در پلیس یا مجموعا در نزد قوای مسلح. کاری را که اینها میکنه در مغایرت قرار داره، در مغایرت قطعی. ما میگیم که امی اراده برای صلح و برای ثبات بسیار معنادار یا بسیار شفاف معلوم نمیشه. یعنی ما جدا از اینکه کار مشغول کاروبار سیاسی و غیر سیاسی هستم، به عنوان یک شهروند گاهی فکر میکنم که سران حکومت برای آوردن صلح و ثبات صادق به نظر نمیرسن.
چرا وقتی من اقدامات اینا را میبینم، وقتی من اجراهات اینا را میبینم که اینا چگونه به شیوه های غیر دموکراتیک از صلاحیت هایشان استفاده میکنن و آقای غنی و آقای عبدالله برای یک ساعت هم ترس در وجودشان دیده نمیشه که یک روز چون مردم به ما رأی داده و یک روز ما در برابر این مردم پاسخگو هستیم. یعنی کاری را که اینا میکنن بسیار بی‌پروا است، بسیار بی‌پروا. یعنی کوچکترین اعتنا در برابر مردم در کرکتر اینا دیده نمیشه. میخوایم بگویم که اینمی شرایط به امی گونه که توسعه پیدا میکنه، یعنی بحران در اینجا افزایش پیدا میکنه، اینمی ارادی معلوم میشه. یعنی این چیز تصادفی نیست. افغانستان که به این سرنوشت رسیده با 4 مسئله دهشت افغان بی نظافت نبوده. اینها پروژه های ترسیم شده به واسطه کشورهای قدرتمند منطقه و فرامنطقه و همکاری و همسویی برخی از حلقات در داخل حکومت. یعنی به گونه منطقی اگر ما بس بکنیم که حال ما از فردای خود نترسیم و واجبه خود به صورت صادقانه انجام بدیم، جدای از این که در اینجا ایران خصمانه نگاه میکنه، پاکستان اراده شوم و پلید داره، برخی از کشورها اهداف استراتژیک داره، خود این نظام در 15 سال مشکوک بوده. عمل کرده این نظام در این 15 سال تا به امروز مشکوک است. هیچ چیزی متفاوت با گروه های دهشت افغان یا با گروه هایی که کارهای نامطلوب در اینجا برای اهداف دیگر را انجام میده دیده نمیشه. مثلا شما ببینین او آدم میکشه، اینجا فساد جریان داره، هیچ تفاوتی در محتوای این دو حرکت وجود نداره. او که آدم میکشه هم با عمل کردش به حیات یک انسان پایان میده، ای که فاسد است ای هم با عمل کردش به حیات خانواده ها. شما میدونین فقر بسیار خطرناک پدیده است در زندگی بشریت. این فاسد عامل فقر میشه. فقر عامل بیش از 100 مرض اجتماعی در یک کشور بوده. اگر حکومت وحدت ملی اراده قوی بر کار را داشته باشه، توان حل این معضلات را داره؟ هیچ شکی وجود نداره. معضلی که دامنگیر ما است این نازل شده از آسمان نیست. این معضل محصول ماموریت اشخاصی که تعهد ملی نداشتند، صداقت به وطن نداشتند بوده. از ابتدایش این گونه است. هر وقتی که در اینجا اراده به وجود میاد، بدون شک شما مطمئن باشین که معضل ما کاهش پیدا میکنه و با یک زمان بسیار کوتاه ما از این معضلات نجات پیدا میکنیم. چگونه میشه که فشار وارد کرد؟ نمایندگان مردم از تریبون خودشان، از عدالت خودشان صدا بلند میکنن، فشار وارد بکنن فعالان مدنی همچنان و نه. مردم هم تا حد نه. تلاش میکنن این فشار را چگونه میشه وارد کرد؟ با احترام به نمایندگان مردم، ولی اکثریت اینا چکچکی و کمپاینی بودن. جدا از این که بس کمیشن کاری و مسائل دیگه به اینا نسبت داده میشه، امیال وقتی دو تا وکیل در اینجا میشینه، شما میبینید که یکیش به شدت از آقای غنی دفاع میکنه، یکیش از آقای عبدالله دفاع میکنه و هر تشویش و پریشانی را که ما مطرح میکنیم اونا محکوم میکنن و رد میکنن. ما میگیم که رای نجات وجود داره. صدها بار گفتیم، هزارها بار گفتیم، افغانهایی که در بیرون از افغانستان است اول اونا باید جمع شوند. جمع شدن اونا عامل انگیزه میتونه باشه برای مردمی که در داخل کشور است. مردم باید منسجم شوه، وارد حرکت های ملی مدنی شوه. این یک حرف بسیار بزرگ است، اما رای دیگه ما نداریم. رای سهلتر، رای کوچکتر ما نداریم. 15 سال است ما در دفاع از این مردم مبارزه میکنم، تا سرحد ترور و بندی شدن و لعت و همه گی چیز سپری کردیم، اما دستاورد وجود نداره. برای چی؟ برای که مردم افغانستان بیدار نیست. هنوز از این مردم گروه های نامطلوب به عنوان ابزار استفاده میکنه، هنوز از این مردم به نام قوم استفاده میشه، به نام دین استفاده میشه، به نام مذهب استفاده میشه، به نام سمت استفاده میشه.
مردم بیدار نیست. تا زمانی که مردم بیدار نشه بر روایات تجربه، پس اینجا مقصر بر نحو مردم خودش هم هست؟ بله، پس اینجا بر نحو مردم هم مقصر هست؟ شک نیست که مردم افغانستان مردم نجیب است، مردم مسلمان است و دفاع از این مردم تا لحظه که زنده هستم برای من یک وجیبه است. تعهد سپردیم هیچ گاهی تغییر نمیکنه، اما مردم ما بیدار نیستند. بله، در اینجا مقصر مردم است. بیش از 30 میلیون انسان یک طرف، 100 یا 200 یا 300 نفر جاسوس و وطن فروش و ظالم و فاسد یک طرف. چرا؟ مگر حالا خو شرایط 50 سال پیش نیست که شما از یه چیزی خبر نباشین؟ حالا خو مردم افغانستان با جهان وصل شده از طریق رسانه ها و از طریق انترنت و از طریق وسایل مختلف. حالا خو میبینن که مردم در جهان برای سرنوشتش چی کار میکنه. ما میگیم کسی را نکشین، جای را نسازانین. وقتی میبینین که رئیس جمهور بیرحمانه برخورد میکنه در برابر 6 میلیون کابلی که با فاجعه مواجه است، میره شاروال از کمپاینر خود یا کسی که منافع از او را ضمانت میکنه مقرر میکنه، انتخابات که یک روند دموکراتیک است و حق مردم است برای انتخاب شهردار را اندازی نمیکنه، شما 6 میلیون استاد شوین. اگر نه 6 میلیون در یک روز میمیرین. این هوای کابل، این فضای کابل و این آب کابل، میدانین که یک روز فاجعه را به وجود میاره و 6 میلیون انسان از زندگیش تهدید میکنه. رئیس جمهور خونه او رقم برخورد میکنه که باید کسی مامور معذف باشه که حامل منافعش باشه. این خود دموکراتیک برخورد نمیکنه. خب گفتن که مردم نظام بیدار نظام دموکراتیک است. مردم باید جلوه خودکامگی های رئیس جمهور، رئیس اجرایه یا هر قلدر دیگر را باید بگیرن. شما اشاره کردن که مردم هم بیدار نیست و نمایندگان مردم هم مشغول کارهای خودشان هستند و نتوانستن فشار را بکنن بر نحو بالای حکومت. پس اینجا حامیان افغانستان مسئولیت دارن تا بیان و بالای سران حکومت و زمینی فشار آورد بکنن جامعه جهانی؟ نه، این چیزی را که شما گفتین در قاعده درست نمیه. در قاعده این درست نیست. هر کشور برای خودش منافع ملی داره، هر کشور برای منافع ملیش عمل میکنه و این حق مسلم هر کشور است. اگر او پاکستان است، ایران است، امریکا است، روسیه است، هر کشوری که هست. ما البته یک سلسله تاون میان انسان ها وجود داره که مشترکات انسان ها بر او مبنا برملا میشه. مثلا پدیده تروریسم که یکی به عنوان ابزار به او نگاه میکنه برای رسیدن به اهدافش و یکی از او بیم راز داره. در اینجا میشه که ما امون نقاط مشترکات برجسته بسازیم با مدیریت مدبرانه. اجماعی که مثلا در خصوص تروریسم در سطح منطقه، در سطح جهان وجود داره، با برخورد صادقانه و شفاف و مدبرانه ما این اجماع را میتونیم در مسیر زندگی ما حرکت بتیم. اما میبینین که برخوردها مدبرانه نیست. ما حتی از فرصتهای پیش آمده هم نتونستیم استفاده بکنیم. اجماع منطقه‌ای را ما نتونستیم مسیر بتیم، اجماع جهانی را ما نتونستیم مسیر بتیم. بالمقابل پاکستان را ببینین با تمام اراده شوم و پلیدش، ایران را ببینین با تمام اراده خصمانش، از هر فرصت استفاده کرده و بسیار مدبرانه استفاده کرده. و در این نبردهایی که در کندوز هم جریان داره، دست‌های بیرونی فکر می‌کنین که قرار دارن؟ هیچ شکی وجود نداره که سلاداران ما در افغانستان در امتداد تاریخ، امروز نمیگم، در 40 سال میگم که حامی منافع بیگانه ها بوده. درد ما از اینجاست که به تاریخ به گونه علمی و بی‌طرفانه، شجاعانه و صادقانه پرداخته نمیشه و الا تاریخ ما بسیار روشن است. در 40 سالی که وطن ما به واسطه خود ما ویران شد و میلیون ها انسان در اینجا خونش ریخت، نفعی برای شوروی و برای امریکا بود، برای این سرزمین نبود. بنابراین ما میگیم مردم باید بیدار شود، تجربه به قدر کافی کسب شده، یوادس کلش باید تجربه باشه. مردم باید دیگه استعمال نشه، دیگه باید ما را پاکستان واسکت انتحاری پوشانده نتانه، دیگه باید ایران به ما ماینهایی که در روی جاده فرش میشه داده نتانه. مردم باید بیدار شود. روشن فکر ما دیگه نگویه که
من پشتون هستم، من تاجیک هستم، من هزاره هستم. نگویه که در تذکره ما چرا افغان نوشته میشه، چرا افغان نوشته نمیشه. ما مردم با چی میاندیشه و شما ببینین که در اینجا اشخاص و علاقات روی چی مثلا یک کشور مصروف ساخته و سرنوشت یک کشور در گرو خود گرفته. ما در نهاد خدمتگزاران کابل بر امین مبنا، چون کابلیا حوزه ارتباطاتش در سطح اقوام بسیار صاف و ستره است که ما هیچ وقت تعبیز و تعصب از ما وانمود نشده، همیشه آغوش ما برای ازبک، پشتون، تاجک باز بوده. ما یک شعار را تعیین کردیم: انسجام کابلیا برای نجات افغانستان. باید مردم افغانستان با هم وصل شود. چهار تا برهنه ای که قوم فروشی میکنه برای جاسوسی به ایران، برای جاسوسی به پاکستان یا برای هر آدرس دیگه، این بزنس یا این تجارت باید متوقف شود. مردم افغانستان، پشتون، هزاره، ازبک، هندو، سک، همه باید دست به دست هم بتن. اینی طریقی است که هم مسلمان بودن ما به اثبات میرسه و هم افغان بودن ما به اثبات میرسه و هم بر انسان بودن ما مورد تایید گذاشته میشه که ما یک انسجام، یک اتفاق ملی را به وجود بیاریم. اینی رای نجات است. امریکا ما را نجات نمیده، ایران ما را نجات نمیده، روسیه ما را نجات نمیده. اونا منافع خودشان برایشان ارزش داره. این ذهنیت را چگونه میتوان که ایجاد کرد تا مردم اتحاد شوند، اتفاق شوند، تا از این معضلات برطرف شوند، خصوصا مشکلی که در کندوز حالا جریان داره؟ ما باید مدیون یک بخش، یک تعدادی از رسانه های ما باشیم که در انجام این وجیبه شرایط را فراهم ساختن. با اینکه یک تعداد رسانه ها هنوز با نشراتشان بازار چند تا قوم فروش و جاسوس رونقش بیشتر میکنه، ما به مردمش نجیب کندوز هم میگیم که منسجم شوین. شما اگر منسجم شدین، قبول بکنین که تکلیفتان کاهش پیدا میکنه. ما به مردم افغانستان میگیم منسجم شوین. حکومت نمیکنه، وظیفهش انجام نمیده، صادق به نظر نمیرسه. کارکرد اینا را که میبینیم شک و تردید افزایش پیدا میکنه. ما یک سلسله وجایب برای خود ما به عنوان شهروندا داریم. این بار ما خود ما می وجایب انجام بدیم. ببینین بسیار ساده است. ما میگیم 1,000,000 شهروند کندوزی ما دست به دست هم بتن. 5,000 یا 4,000 تروریست و دهشت افکنی که برای مزدوری به بیگانه ها عامل جنایت میشن، قبول بکنین که جرأت ادامه جنایت نمیتونن. او والی که متهم به چی گپایی هست در کندوز، اگر مردم منسجم شد، اونمو والی باز در مسیر انجام مکلفیتایش 30 بار استاد میشه. اینمی رئیس جمهور که اعتنا نداره در برابر مردمش، در عمل کردش همونطور احساس میشه، یا رئیس اجرایه، یا وزیرش، یا وکیلش. اگر اینمی 6,000,000 کابلی غیرت کرد، منسجم شد، اینمی ها 30 بار استاد میشن. تا زمانی که ما متفرق زندگی میکنیم، تروریست به جنایتش ادامه میده، بیعدالتی ادامه پیدا میکنه، فاسد به فسادش ادامه میده، دزد به دزدیش ادامه میده، پدرفروش به پدرفروشیش ادامه میده، رهزن به رهزنیش، اختطافچی به و این مسئله چقدر باعث فاصله میان مردم و دولت میشه؟ نه، از فاصله میان مردم و دولت دیگه خوب است هیچ تبصره نکنیم. فاصله نیه دیگه، مردم متنفرن از همچی یک نظام. به تمام معنا مردم متنفر است. خیلی سپاس آقای بشیر بیژن، سرپرست نهاد خدمتگزاران کابل، از این در بحث بود رفتین. تشکر. و اکنون وقفه کوتاه داریم و پس از آن برمیگردیم. خزیاتی پختنی وکړی یو او یاد دې سلام او احترامات او نیک هر کله کو درنو لیدونکو ستړي مشه ورځ مو نیک مرګه د معمول سره سم نن ورځ بیا هم د سیشن به ورځ ته وختل مو چې
د نور ورځ په چیر په دا ورځ باندې بیا هم یو چارواکی راولو ستاسې پوښتنې ترې پاتره کړو په یو موضوع سره بحث وکړو. نن ورځ مو د اطلاعات و کلتور وزارت سرپرست او د ځوانانو چارو معین ښاغلی ډاکټر کمال سعادت بللی و چې تر دا مهاله حاضر نه شولو. ویل کېږي چې په بهرنیو چارو وزارت کې یو کانفرانس ته تللی دی له موږ سره اړیکه ونیوله او ژمنه وکړه چې راتلونکې اونۍ کې به میلمه شي. او اوس مهال په بهرنیو چارو وزارت کې یو کانفرانس ته بلل شوی دی، همالته تللی دی. نو نن ستاسې اړیکې راخلو، ستاسې نظریات راخلو د اطلاعات او کلتور وزارت پر کارونو، د دې تر څنګ د ځوانانو چارو معینیت پر لاسته راوړنو، ځوانانو ته د دوی په لاسرسي باندې، ځوانانو ستونزو ته په لاسرسي او بېلابېلو نورو موضوعاتو باندې غږیږو. که غواړی تاسو موږ سره په بحث کې برخه واخلئ، د سټوډیو ټلیفون شمیره مو ده 0 1 1 1 1 1 1. خپل همکار زی وسیله هم خرغلاست ویم سلیم شوی. سلامت باشین. به نام خداوند مهربان آغاز میکنم و سلام تقدیم میکنم به همه عزیزانی که بیننده و شنونده هستند. اجمل درمان به تفصیل و همه جزئیات برتان گفتن. میریم به طرف تماس های شما. اگر خواسته بودین که تماس بگیرین در رابطه با مشکلات جوانان، چالش هایی که فراراه جوانان است و حتی دوستایی را که ما میشناسیم میگن که 18 سال 19 سال اینا تحصیل میکنن و یکی از وظایف معینیت امور جوانان هم همی است که در بخش تعلیم، صحت، ورزش، اشتغالزایی و کاریابی همراهشان همکاری کنن. چرا تا به حال امی پروسه تقویت نشده و تسریع صورت نگرفته در این بخش؟ این را از شما عزیزان میشنویم و میشه که پیشنهادات خود داشته باشین تا ما هم باز وسیله شویم و را به مقاماتی که قرار بود یکشان امروز مهمان ما باشن ولی دلیل نامدنشان شما فهمیدین. بله. او دده تر چنگ کولی شی تاسیل منگ سر پخبروانه که برخ وقلی در استودیو تلفون شمیره بوده 0 1 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
کیدی شي زمنګ نه تاسو اړوند موضوع پروند خپل نظر موږ سره شریک کړئ چې دغه وزارت یا د ځوانانو وینیت چې زیوتل مخکې مسولیت اشاره وکړه د ځوانانو د زده کړې د دوی ترڅنګ د بیلابیل نور موضوعات پروند مسولیت لري چې ورته برابر کړي تر اوسه پورې چې زمنګ ځوانانو سره په ستونز د ستونز سره لاس وګریوان دي هغه دوه موضوع د چې ډېر عام دي یو د نشې توکو استعمال او د ترڅنګ د لوړ زده کړو د زمینې نه برابرواله دي ستاسو نظرونه په همدې اړوند راخلو بیلابیل نور موضوعات باندې هم لمو سره غږېدل شي بله لمړی اړیکې ته ورشو زیا مشنایم السلام علیکم السلام به تمام شنوندگان و بینندگان تلویزیون آریانو نیوز و شما اجمل درمان و ضیا وسیل میخواستم بر یک دقیقه این جانب غفار سیدزاده در مورد بیکاری جوانان درد جوانان صحبت کنم بفرمایین آقای سیدزاده جوانان قلب بسیار پاک و وطن پرست دارن جوانان ما امروز بزرگترین لغتی که در دان خود میخورن بیکاری سرطان تمام وجود جوانای ما را پوشانیده میفهمین ما در بزرگترین موضوع که میبینیم تمام بدبختی های ما از بیکاری جوانای ما چی فکر میکنین که ما نهادهای مختلف داریم از جمله حالا وزارت معینت امور جوانان هم که از هم در رابطه با کاریابی کار میکنه و فعالیت داره چرا نتونستیم که جوانان با آرزوهایشان برسانیم به خاطر از اینکه من یک چندین بار به اینا پیشنهاد کردم که اگر عقل شما کار نمیکنه یک اعلان کنین که اون مردم کسایی که یک چیز را میفهمن بیاین ما را کمک کنن که این جوانا را برشان به صورت عموم برای از این جوانای داخل نه حتی برای جوانایی که در خارج کشور اومد باید کار پیدا کنیم ولی اینا نچوکیر اعلام میکنن فقط در فکر زن اولاد خودتان چی رقم ماش بگیریم و بریم کوتا اگر بگویم که چگونه میتونیم شما راه حل را در ذهن گاه گاه میپرورانین در ذهنتان خطور میکنه ما بسیار خوب زیاد جان خوب سوال کردین ما هر کلمه که صحبت میکنم 2000 دلیل عملی خیالی نه میشه که دو تایش بگویم به طور فشرده تا باز جان سبد دوست دیگه هم بتونیم ده تایش بگویم خواهی که دو تایش هم میگم 1000 دلیل دارم اولی که وطن ما به قوی ترین باسازی ضرورت داره جوانای خود
قطار استاد میکنیم، انجینرهای شلایده دیگه شلایده همونطور قطار استاد میکنیم، در بیخ یک کوره میگیم که اینمی را سنگایش بیارین در سرکای ما آوار میکنیم، یا مثال فابریکای خود جور میکنیم، یا اینی کار میکنیم یا اونو کار میکنیم. یک سازماندهی بسیار قوی کار داره، نیروی کار خوب درست داریم ولی سازماندهی نداریم. ما یک پیشنهاد بسیار پیش پای افتاده میکنم، همون پیشنهاده که ژاپنیا برای ما کردن، گفت اگر جوانای افغانستان بیکار هستن، این همه مصارف گزافه که نمیفهم قیر بخره و چی بخره، گفت اینا سنگ دارن، کوشش کنن سرکای خود یک متر سنگ فرش کنن و جوانا قطار استاد شون، با پول کم میتونیم ما امی سرکای خود جور کنیم. مثل از امی رقم پیشنهادهای زیاد دیگه هم وجود داره. تشکر از شما، بمان خدا سلامت باشین. چون فرصت کوتاه است، کوتاه میشه دوستا صحبت ده. کنن و برای همه چانس میتیم. نور دوستان هم کولی شی چی په 0 و 100 یولس یولس یو در شمیره باندې اړیکه ونیسی او مغواړي بحث کله مونږ سره ګډون وکړي، همدای درشر یا همدغه کڑکې لاله کې وشه مونږ سره خپل نظر او تحلیل شریک کړي. د ځوانانو سندو ته تر دا مهاله څومره لاسرسی شوی دی، کوم ستونزه سره لاس او گریوان تر د مهاله او اړوند ارګانونو څخه کړي دي وړاندیزونه ورته ساسي دي. بیلابیل موضوعات باندې ساسي نظر راخصل شو. یو ځل بیا هم د سټوډیو ټلیفون شمیره تکراروم، 0 و 100 11 11 11 کې د شل مسر اړیکو نه خپل نظر او تحلیل مو شریک کړي. زه یو بل هوادوال نظر راخلو ګوره چې څوک دی لکه مزاړي کني ولیدا. سلام علیکم. و علیکم سلام. خرغلاس در توی کزان را پیشنه او د خبرونه د موضوع په اړه تاسو نظر وړاندیز ولرو. روز ډیر مننه مزه مله کابل مهرباني وکئ. کار روزګار خو نصر زانان تبيخي. تاسو خپل ذکر کړی دی لور ذکر مکړی دی کنه؟ که ذکر دې نن دې کړی خیر دې ځان په هغه باندې وایم. مهرباني دې خپلې نه ما خپل مې ځان مې قرار به برښنه کې پروتم. دلیل څه دی؟ کار روزګار نو ته ګرځو راګرځو. خو یو پوښتنه که تاسو نه وکړو چې هر چارواکی خپل مسؤلیت لري، خو ځوانان فکر کوي چې کور کې پراته وي د کمپلیا بلستنې لاندې هغوی ته کار راځي، کار د دوی ادرس اخلي، که خپل ځوان باید د کار پلټه شي. زه خپله دغه اوس ورځې کتلمه پولیسو ته پیسې ملي پولیسو ته تلم، څوک راته وایي چې 10,000 به راکړي، څوک راته وایي 15,000 به راکړي. نو زما چې 10,000-15,000 دوی ته ورکوم، لږ څه کوم ډالر ما سوالته نه اخلم، خو د یو سرباز پیاز باندې به زمیا به یو نه هغه پیاز باندې د نظامی خدمت نه پرته یا د دغه پولیسو یادونه تاسو کړل، د نه پرته په نورو برخو کې تاسو هڅه کړې ده چې ځان ته کار پیدا کړي؟ ادي کارونه مثلا د زمنګ ډېرې ځوانان موږ تاسو وینو چې هڅه کز دکړې هم کړې دي، د سړک پر سر ولاړ دي او لاسي کرا چې ځان ته پیدا کړې ده، خوراکي توکي یا میوه پر نوره چولې ده او د خپل ژوند هغه اسانتیاوې په لومړنۍ اسانتیاوې برابروي. تاسو کله داسې اقدام کړی دی؟ د دې زمینه هم نه ده برابره. ډېره زیاته مننه کور د وطن احمدزی. از اینا تشکر میکنیم از برادر ما احمدزی. ایطور هم باید نباشه که ماده زیر علاشه بشینیم، و خودشان هم گفتن که زیر کمپل استراحت هستم یا خواب هستم و کار به سراغ ما بیه، ایطور کار به سراغ ما نمیاد. درست است که وزارت ها و نهاد ها مسئول هستند، ولی خود ما هم باید دست آستین بر بزنیم تا جایی که مسئولیت به وزارت ها و معینیت ها بر میگرده، اونا هم باید کار کنند. احمد زید صاحب خلاخه و چه یوازی ویل چه در برستن لنده نستیم، از این نور دوستان بیاد بیکاره لوا جیزی پر آقا کارون بانی لاس پوری کوی چه هیچ دلیل ارتنش جوده زیر پل میرن. بله در پل لنده تو ورزی یا زین نور غیر قانونی کرده در سرکوی. پر هر صورت زمان دیو بله هوادوال اری که هم را خلو 0 و 100 یولس یولس یو دیرش دام در استودیو تلفونش میره ده در زوانانو پر ستون زوغا گیگو اری که نخلو. سلام علیکم. سلام علیکم جور پیر مانا نو. علیکم السلام. زن رو پیش نهی لکه مزایم آری کنی ولی کابل هم استفاده دوستان گول احمد زیم احمد زید سب استری مشی خراغ لاست استاس نظر را خلو. مهربانی وکړه نظر مو وایي چې فرصت کم دی. ما پوښتنه دا هغه داسې مروره چې هر څه مندرسونه دي ویلي چې واسطه ونه لري، خو قسم په خدای چې ولاړ په وزارت دروازه کې څوک پرېږدي نه.
تاسو خپل درس ویلی دی؟ چیرته مراجعه کړی دی؟ کوم ځای نه شکایت لرې؟ ولې نه خو سفنا دي شاکلیست او چیز او پروګرام سړی ولا کاروازې ته ورپې دي مشخص بخشنا من دعوه چه تاسو کمزای تا مراجعه کرده شکایت ورنه بله کمزای ده سترو پیمزو وزارت تو تو کنید اگه کارم اجتماعی وزارت زابل وزارت تو تو مراجعه کرده با یو بل اگه مسئولیت ناده که اولاندیز من چه ده ولسمشر تا هم در اخم ده کابینه وزیران تا ده وزیران چه کم چه سوک زنگو توی اگه کار که او چې درس دی ویل خپل سی وی اسي ورکه استا او سی وی امه پرته یو ورځ ته سفاره سبل ورځ بل ورځ راځه هر کار پات کې چې ځوانان او کار دي چې ختم شي نو ډیر زیاته مننه کور دی ودان مننه کوم ترنه فقط درې دقیقې وخت نور هم لرو دوستان کولی شي چې موږ سره اړیکه ونی سی خپل نظر او که کومه پوښتنه لري مطرح کړي په راتلونکي کې به حتما اړوند چارواکي میلمه کوو د دوی د پوښتنو ځوابونه به پیدا کوو 0111111 د ځوانانو پر ستونزو غږیږو کېدای شي موږ سره خبرې وکړو وعلیکم السلام ستریم شي جوړی خیرات ده په خیر انشاءالله و څنګه ځان رو پېژنو به د نظر اخلو محمد سالم څنګه ستریم شي نظر د اخلو مهرباني تاسو خیر انشاءالله ژوندی اوسئ نظر مو اورو چې فرصت د خبرونې پای ته رسېږي مهرباني وکړئ نظر خو مې دا ده چې خلکو تعلیمونه کړي دي بیچارهګان دي مسکینان دي یا کوم وزارت ته یا کوم ځای ته لاړ شي خپلې وظیفې دندې دپاره چې پیدا یې کړي خو هیڅوک ورته توجه نه کوي تاسو خپله پکتیا کې اوسېږئ که کابل کې پکتیا که زوانان تا کار شوی دی کار زمینی ورته برابر دی تحصیل و تعلیم بلکل شوی دی توجه ورته نده شوی کار ورته شوی دی کار ورته کیگی خوب بل یو سوال لرم دی حق لطاس نه واقع که اومد مهربانی بلی دا تی وی دکتران پا حیف بوه امد پا شبخانو که و پا کلینیکو که و پا هنده سینور موردو که و دکتر دی کوم ځای ته چلاټ کې وظیفه لپاره وځه بله ډیر مننه تماس شوم قطع شد و فرصت برنامه هم به پایان رسید تشکر میکنم از همه عزیزان هم خوش آمدید. در این بخش برنامه آقای محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین‌المللی شورای عالی صلح را در استودیو با خود داریم تا در مورد روشن نمودن موقف حکومت افغانستان در مورد گفتگوهای صلح و اظهارات آقای گیلانی و فعالان مدنی که چند روز پیش در کابل برگزار کرده بودند و همچنان روشن شدن گفتگوهای صلح بحث و گفتگو داشته باشیم. آقای قاسمیار خیلی خوش آمدید به بحث. سلامت باشید. تشکر از شما. در خصوص می‌خوام بپرسم که چرا گفتگوهای صلح نتیجه نمی‌دهد؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام به همه من عرض بکنم که این بیشتر به می طبیعت پیچیده و سردرگم موضوعی که صلح باید با مخالفین مسلح البته عمدتاً طالبا و دیگه مخالفین مسلح که باشند صورت بگیره ایره واقعا به دشواری مواجه ساخته و دوم مشکلی که ما داریم ایست که رهبری طالبا در خارج از کشور هستند او طرف سرحد هستند و اینها به جای هستند که از اینها استفاده های ابزاری میشه و استفاده های به اهداف سیاسی، امنیتی، استراتژیک از اینها استفاده میشه یا به عبارت دیگر آجنده های مختلف بالای از اینها تطبیق میشه و ابعاد گسترده تر هر روز پیدا میکنه این واقعا موضوع پیچیده ساخته بله در این حالت شورای عالی صلح میتونه چه نقشه داشته باشه با اینکه شورای عالی صلح فقط میتونه در داخل کشور و طالبانی که در خود افغانستان هستن یعنی زیر دست کسی نیستن میتونه که با صلح و با گفتگو برسه در خارج از کشور چطور چگونه نقش داشتن چقدر نقش بازی میکنن درست میگید
به هر حال راه قائم کردن تماس و ارتباط با رهبری طالبا در بیرون از کشور، مخصوصا از طالبا که در پاکستان هستند، اما گپ روشنش امی هست، مستقیما که از اینا تماس گرفتن کار دشوار است. به این معنا که اینا به یک خانه هستن که دروازه از او قلف است، کلیش هم به دست ISI پاکستان است. تا اونا اجازه نتن که آدم بره به او خانه داخلش رو با اینا تماس بگیره، کار دشوار است. خب یک بخش از اینها در دوحه قطر هستن، یک کمیسیون سیاسی اونجا هستن، اونا یک کمار آزادتر هستن، امونا هستن که به خیلی کنفرانس هایی که به ارتباط میشه از اونا میرن و اشتراک میکنن و به این سفرهایی که شما شنیدین که مثلا در مسکو و در چین و در جاهای دیگه که شده، از این بخش سیاسی از اینها اشتراک میکنن. به هر حال ما اینقدر میتونیم بگویم که سبوتاژی که شد، یک دفعه ما با رهبری طالبا ششتیم، پاکستان همکاری کرد، رفتیم به پاکستان به میری با اینها ششتیم، موافق هم شد که دور دوم رو ببینیم، تاریخ تعیین شد، همه گی گپایش روشن بود، موضوع مرگ ملا عمر پیش انداختن. بار دوم که نزدیک شده بود که این به اصطلاح در چوکات چهار جانبه نشست هایی که صورت گرفت، او هم با کشته شدن اختر محمد منصور دیگه رهبر از اینا، این هم پیچیدگی پیدا کرد. به عبارت دیگر ما اراده سیاسی خیرخواهانه را در همسایگی های خود نمی بینیم به ارتباط صلح و ثبات افغانستان، و قطعا هم اجماع همسایه ها، اجماع کشورهای منطقه در این راستا یک نیاز مبرم است که اینها باید موافقه بکنن، همکار شود. حالا میبینید که متاسفانه یک مشکل دیگه بر مشکلات ما پیدا شده که مثلا چین و پاکستان و مسکو میشینن به هم روی مسائل صلح و امنیت افغانستان اونا صحبت میکنن، در حالی که از دولت ما را هیچ کسی را مثلا به حیث نماینده نخواستن تا که به این مسائل اونا هم اشتراک داشته باشن. پشتیبانی ها نشان داده شده از طالب، ارتباطات خود افشا کردن که ما ارتباطات داریم با اینها میشینیم، منطقه استدلال های مختلفه است، انگیزه های مختلفه. یعنی میخوایم بگم که متاسفانه این بازیه که برا انداخته شده در کشور ما و بازیگرهای عزیز در میدان مثلا طالبا را درست کردن و یکی در بازیگرهای بیرون از میدان و به اصطلاح کارها به دست از اونهاست، اینها را ما فاقد اراده سیاسی میدانیم برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان. بله آقای قاسمی، حالا سوالم همینجاست، علت چی است که با اینکه کشورهای جهان، جامعه جهانی پشتیبان از این هستند که صلح باید بین افغانها باشه و افغانها رهبری و نقش بیشتری داشته باشن، اما کار میکنن که حتی نماینده افغانها هم در گفتگوهای صلح که جریان پیدا میکنه حضور نمی داشته باشه، فکر میکنین که منظورشان چی است و چرا کار میکنن؟ چرا حکومت افغانستان برای خودش در روند صلح که خودش خواهان صلح هست تصمیم گرفته نمیتونه؟ ببینین رکته خوب شما اشاره کردین، کل کشورها ای اصلا با ما پذیرفتن که پروسه صلح به رهبری خود افغانها و با مالکیت خود افغانها پیش برده شد. اما ببینین که در همسایگی های ما نشست ها صورت میگیره، یکی در با هم جمع میشن راجع به صلح ما گپ میزنن. اگر این پروسه به رهبری افغان هاست، چطور میشه که یک افغان مثلا در ای نشست وجود نداشت باشه؟ دیگه حکومت تلاش داره که یعنی این واقعیت خوب
یعنی برسانه به ای که صلح و ثبات در افغانستان صلح و ثبات منطقه را معنا میده، یا حداقل در تحکیم صلح و ثبات منطقه صلح و ثبات کشور ما خیلی ارتباط مستقیم داره. و به حساب اگر بگیم یک دشمن مشترک داریم همگی ما، اینهایی که مردم ما را میکشن امروز نه فردا مردمان یک کشور دیگر در منطقه ما اینها همی کار خواد کردن. و سرنوشت باید مشترک باشه، همکاری ها وجود داشته باشه، امکانات خود همگی یک جا کنیم. ما باور دارم اگر یک اجماع در اطراف ما پیدا شود، خب البته اجماع ملی ما هم شرط اولش است که ما به داخل هم همه دست به دست هم بتیم در این راه کار بکنیم. اما اجماع منطقه و اجماع بین المللی، من به خاطر اینکه خوب روشن شد به شما ببینید 12-13 سال قدرت های ایساف، ناتو اینها همینجا بودند، حتی از ائتلاف شروع شد، ائتلاف ایساف ناتو اینا آمدند، آیا صلح و امنیت را آوردن؟ با وجودی که بیش از 100,000 مثلا جنگی تا دندان مسلح ناتو به این جبهات آمدن و اشتراک کردن و بالا رفتن و کشته دادن و کشتن و دیگه، اما باز هم ما و شما شاهد امنیت نشدیم، شاهد صلح نشدیم. پس ما فکر میکنم که ما باید توجه بکنیم که این بازی را قاعده از این ما هم خوب درک کنیم، خود با قواعد این بازی آشنا بسازیم، و الا مثلا کسی بپرسه که ناتو چرا نتانیست، نخواست یا نتانیست، کدام از این؟ اردوش ناسهی است دیگه، به منظور آمده بود که تأمین صلح شد به افغانستان، تأمین امنیت شد به افغانستان، و تأمین نشد، روز به روز بدتر شد. طالبی که متلاشی شده بود، پارچه پارچه شده بود، دوباره اینها اونا دیدین انسجام پیدا کردن، آرایش پیدا کردن، کمک ها برشان شد، آموزش دیدن، سلاح های پیشرفته دیدن، تکنولوژی های برای انتحار های عجیب و غریب دادن. شما فکر کنه امی مرحوم شهید صلح ربانی رئیس ما را که اینها انتحار کردن، از طریق انتحار او را شهید ساختن، در بین لنگی خود کدام مواد مایع ای داشته که او را به سینه مرحوم ربانی سبه ای را فشار میتن و انفجار میتن. ببینین، یعنی من میخوایم بگم که اینا از کشورها، از دستگاه های استخباراتی یکید کشورها به دسترس از اینا قرار داده میشه. بله، چرا حکومت افغانستان همواره موقف های مختلف و تعریف های مختلف از طالبان دارن؟ گاهی اونا رو میگن که برادر ما هستن، میتونیم با اونا به صلح برسیم و در برابر اونا نباید از ضربات زیاد کار گرفت. گاهی اوقات هم میگن که نه، اونا تحت تاثیر استخبارات کشورهای دیگه هستن و به دست استخبارات و کشورهای دیگه هستن، ما نمیتونیم صلح داشته باشیم، یا هرچی که دیگه کشورها خواسته باشن با اونا صلح میکنن. چرا موقفا متفاوت میشه؟ و یا این نمیتونه یک علت باشه که طالبان هم نمیخواین به صلح برگردن، خود حکومت افغانستان چون تعریف مشخص نداره از اونا؟ خب یعنی علت ای که اینها به صلح نمیآیند این مشکل است که ما امی گپر معرفی کنیم. اما خب دولت ها هم کوشش کردن که، یا رئیسای دولت ما کوشش کردن که اینها اتمام حجت کنن، به این معنا که بر از اونها هیچ بهانه نگذارن. برادرم خطاب کردن و هرچی گفتن، افغان خواستن، از اتباع کشور ما خواستن، خب بالاخره برادر ایمانی و دینی خواستن، اما متاسفانه که این برادرهای ما کارهای میکنن که خلاف شریعت مقدس است، انتحار
خلاف شریعت است و کشتن اطفال، کشتن زن، کشتن موسفید، کشتن عالم، خراب کردن مدرسه، مکتب، اینها هیچ گونه جواز شرعی ندارن. خب من میخوام بگم که دولت مشروعیت خود به ارتباط داعیه صلح داره، با داشتن یک آدرسی که اینمی شورای عالی صلح هست. اینمی آدرس حداقل اینمی قدر تاثیر کرده که مردم ما که صلح خواه هستن این نهادرم به وجود آوردن که بر صلح کار کنه و دروازه را واز ماندن که هر کسی که خواسته باشه به این پروسه بپیونده، خوش میایه، استقبال میشه، از حقوق خود واز مستفید میشه، حتی امتیازهای به دست میاره. مثال شب من امیدوار هستم که هرچی زودتر موافقت نامه ما با حزب اسلامی عملی شوه و اونا ببینن که چقدر فرق میکنه یک آدم به بیرون از آغوش وطن باشه و چقدر فرق میکنه که آدم به داخل آغوش وطن خود باشه و پیشه. بله، حالا از تفاهم نامه حزب اسلامی با آقای حکمتیار یاد کردین، چقدر تا کنون تفاهم نامه تانسته سود برای کشور داشته باشه چنانچه شاهد رویدادها هستیم؟ درسته. خب اگر تو بگیم که آیا این موافقت نامه آتش جنگ خاموش کرد به ارتباط طالب و دیگه مخالفین مسلح، خب نه، هنوز نکرد. اما خود کسانی که توفنگ به دستای حزب اسلامی و اینا بیرون هستن یا در بعض جاها اینا هستن، اونها فعلا به آتش بس هستن. امی که موافقه صورت گرفت، هر دو رهبر امضا کردن، دیگه اونها پابند هستن. منتها اون شما میبینین امی دوستای بین المللی که ما موافقه کرده بودن که پروگرام صلح که شما موافقه کنین، ما با شما همکار هستیم، زمینه رو فراهم میکنیم. اون نالی مثلا بانهگیری های پیدا شد. فرانسه مثلا مخالفت کرده یک مقداری، گرچه تو مخالفت جدی و منع نکرده، یک آن ملاحظه کاری های، و همچنان روسیه به این ترتیب. گرچه اون شما خبر دارین از طریق رسانه ها هم موضوع به اطلاع مردم عزیز ما رسانده شده که گلبدین حکمتیار یک جست خوبی را نشان داد، به این معنا گفت که خب نام ما را اگر از لیست سیاه و تعذیرات و از این هم شما حذف نکنین، یعنی یک ده نخواین، ما وطن خود میریم و این موضوع برای ما افغان ها تعلق داره، نه به کشورهای دیگه. یعنی این یک فکر سازنده هست که به این معنا که من فکر میکنم دیر یا زود اینا متوجه خود شدن که تا کی آدم خانه خود خراب کنه برای دیگرها، تا کی وطن خود. وطن خود خانه مشترک همگی ما هست. طالبایی که ما میگیم طالب افغانی است، نه ما طالبای چچن و عرب و یا فرض کنیم ازبک و یا دیگر و دیگر ما کار نداریم. ما همی طالبای افغانی ما که اینا فرزندای امی وطن هستند، متاسفانه به بیراهه رفتن و برادرای خود در ای وطن، یعنی هموطنای خود در ای وطن، اینها به قتل برسانند. آقای قاسمیار، تمام این طالبا و تمام حملات انتحاری و کشتار مردم بیگناه انجام میشه توسط طالبان افغانی هست؟ دیگرام هستن تا جایی که گزارش ها میرسانه. مثلا در بعضی حملات از طالبای به اصطلاح چچینی هستن، از ازبکستان هست، از آیغورهای چین هست، از تاجیکستان بعضی ها هستن، عرب هست. یعنی بدبختانه دگرا هم انمیج تشویق میشن، امی جنگر که بالای ما تحمیل میکنن که ما به حق میگیم که این جنگ تحمیلیه. ما خود جنگ نکنیم و ما جنگ نمیخوایم، ما به خانه خود جنگ نمیخوایم، به خانه خود ما آرامی میخوایم. اونو از بیرون میایم. آقای قاسمیار، این طالبان افغانی چه علت وجود داشته که دست به این کار زدن و خواستن در برابر مردمشان دشمن شوند که حالا اگر بخواین به روند صلح بپیوندن، اون امتیازات یا اون خواسته هایی که میخواین بهشان رسیدگی شود از طرف حکومت افغانستان چه است؟ ببینم، خب اولش خب امی بود که اینها آمدن و به
و افغانستان او وقت داعیه صلح داشتند، در زمانی که جنگای داخلی بود، کشمکش ها بالای قدرت بود، رهبرای جهادی ما به جان هم افتاده بودند، اینها آمدند که ما صلح خواه هستیم، ما صلح به افغانستان میخواهیم بیاریم و استقبال هم شدند. اینا که زود آمدند نفوذ پیدا کردند و خیلی از ولایات گرفتند، اینا به نام فرشته های صلح یاد می شدند که اینا آمدند که صلح را بیارن به افغانستان. خب بعدش این لباس عوض شد، مثلا مشکلات پیدا شد. خب چون اینا امارت از دست دادن، نه خب تا به امارت رسیده بودن، امارت اسلامی طالبا و افغانستان بود. خونه بله، پس خواستشان حکومت کردن در افغانستان است. اگر بخوان به صلح هم برگردن، یعنی دوباره همون وضعیت گذشته و به حکومت میخوان در افغانستان داشته باشن، این را داده میتونیم برشون؟ الان یک عده سرمایه گذاری هایی که پاکستان در مورد از اینا کردن، یک عده احزاب رادیکال و افرادگرای پاکستان و آی اس آی و اینها سر از اینا سرمایه گذاری کردن، اما وقت هم اینها را کمک میکردن تا که به امون جمع رسیدن. لحاظا اهداف خود پاکستان دارد، کوتاه مدت، دراز مدت، اهداف استراتژی که در مورد افغانستان دارد. این حال به خاطر رسیدن به اهداف خود، امو کار آسانه که یافته انمی طالبا را استفاده میکنند به ایس ابزار، و یا به عبارت دیگر اینا خانه خود خراب میکنند تا که خانه کس دیگه آباد شد، که این دردناک بسیار. یعنی تو بیا افغانستان خود بی قدرت بساز، ضعیف بساز قدرتشه که یک کشور دیگه او قدرتمند شوه، یا به عبارت دیگه سود خود و سود دیگرها ره به سود وطن خود. حکومت افغانستان چگونه میتونه که به طالبا سود برسانه تا نتونن بر دیگر کشورها کار بکنه و بیان بر افغانستان؟ ما والله این ببینید، صادقانه شورای عالی صلح، حکومت وحدت ملی مخصوصا عالی، همگی گفتن که بیاین از راه مسالمت آمیز، از راه حل سیاسی، جرگه، مذاکره، تفاهم میشینیم، تمام خواسته های خود بگوین تا جایی که مشروعیت داره، معقولیت داره و ما میتونیم امونا را انجام بدیم، میتیم بیاییم به داخل وطن خود، حزب خود تقویه کنین، انتخابات میایه، رئیس جمهورم شما کاندید بدین، به ولسی جرگه، به جرگه های یا شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی اگر شما بخیر فعال، همه گیره بیاریم کاندید بدین، رای ببرین، حکومت قدرت کامل به دست بگیریم. یعنی همه امتیازها را ما گفتیم که بر شما وجود داره. بله، حالا شورای عالی صلح تفاهمنامه که با حزب اسلامی حکمتیار امضا کردن، فکر میکنین که حزب اسلامی تهدید جدی واقعا به خاطر صلح و ثبات در افغانستان بوده که حالا بتونیم یک کار بزرگ انجام داده باشیم با امضای این تفاهمنامه؟ خب ببینین، اول خب به حیث مسلمان و مؤمن بهی، ما قرآن عظیم الشان است، وقتی که خدا در قرآن میفرماید که والصلح خیر و فصله بین اخویکم، ما ذات صلح ما ایره به اصطلاح مأمور هستیم که وقتی که صلح امکانش پیدا میشه صلح ترجیح بدیم، به خاطر که خدا ما میگه خیر است. خب ای خوی امو اصل ریشش که این مسئله صلح هست. دوم، اثر روانی میتونه به دیگرها بندازه، که این تو یک حزبی که خب گرچه از این انشعاب به میان آمد، یک ده اعضای برجسته حزب اسلامی به داخل کشور هستن و چند وقت است که هستن همیجی، نرفتن همیجی، اما باز هم وقتی که یک حزب جهادی میایه صلح میکنه، موافقه میکنه، سلاح را به زمین میگذاره
مهاجرین خود میاره، بندی های خودم میگه رها کنید. بله، اما اگر بر اساس دین اسلام و شرایط اسلامی باشه و شریعت باشه، چرا خواهان امتیاز است و میخواد که شرایط بگذاره مثل از اینکه مهاجرش باید در افغانستان بیان و کس در برابر اونا سلاح بر نداره و اونا رو خلسلان نکنه و همون امتیازات خواهان است؟ یا چه چیز امکان داره؟ نه، امتیازات از اینا نامشروع نیست. درست میگه بندی های ما دیگر هم در کشور فعالیت دارن، اونا خواهان چنین امتیازات نشدن، آمدن با حکومت یک جا شدن یا در کنار حکومت در انتخابات شرکت میکنن، فعالیت های دیگری هم دارن. بلد. خیلی احزاب داریم این چنینی، اما این خواهان امتیازات نشدن. این حزب که خواهان امتیازات است نمیشه. ما به نام امتیاز یاد میکنیم، ببینید یک خواسته های طبیعی است. میگه یک عده نفرهای ما محض به خاطر که عضو حزب بودن با ملاحظات سیاسی بندی شدن، اونا رو رها کنین. او که دست به جرم و جنایت داده، نفر کشته، اونا دوسیه دارن، محکوم شدن از طرف محکمه، اونا رو نه. یک کمی دوم، یک ده مهاجری نیست که اعضای حزب هستن و گرویده به حزب اسلامی هستن، اینا پس می آین. شما هم کمک بکنین که مهاجر هستن، به دیگران بتین. این مهاجره ما را مثل دیگه مهاجره کمک بکنین. خب منتها آیا به مهاجرین عادی تا حال حکومت افغانستان کمک کرده؟ خب جز این که گفته اونا را برگردانین به کشور و از وضعیت چنا آگاهی نداره؟ خب یک دیگه پای، خب شما در جریان هستین که گفته ما زمین میتیم و دادن به یک دیگه مثلا بعضی کمک های سطحی شده. اما به این قسمت که شما موافق هستم که یک مقدار بیشتر میخواین به مهاجرین کمپ شمشتو مثلا از پاکستان که میایه، که شما بیشتر دولت میگه به اینها کمک بکنه و سالان خود میمانن، بعد از اون اینا میشن افغان مطابق به قانون اساسی و قوانین کشور، به حیث یک طبعه و به حیث یک شهروند که پیشرفته ترش بگوییم، اینا حقوقی دارن که حقوق خود بگیرن. کاش که دیگران بیاین، همین رقم بیاین، همین تو امتیازات بخواین. ما که گفتم از لحاظ روانی تاثیر مثبت ای کار میتونه بکنه، همیست که بیاین ببینن که اینا آمدن راحت شدن، حال زندگی آبرومند دارن، با وطن خود هستن. بله، حالا با اینکه همه چیز به دست کشورها یا قدرت‌های بزرگ است، آوردن سوال چنانچه بیرون شدن نام حکمتیار از لیست سیاه سازمان ملل، تا اونا نخواهند نمیتونه نامشم از لیست سیاه بیرون شود، فکر میکنید موجودیت شورای عالی صلح در اینجا میتونه چه معنی داشته باشه؟ با اینکه پیشتر هم یاد کردین که قلف صلح در دست پاکستان است. ببینید، ما عرض کردم که شورای عالی صلح آنمون نهاد است که همین پروسه را پیش ببره، مذاکره را فرض میکنیم با حزب اسلامی، شورای عالی صلح انجام داد و اگر طالبان که شروع میکنن به مذاکره و گفتگو برای صلح، از طریق شورای عالی صلح میشه. این همون نهاد است که به جهانیان هم مشروعیت خود نشان داده. امروز تقریبا همه کشورها از پروسه صلح افغانستان تایید میکنن، هم از شورای عالی صلح به گفتگوهای صلح دعوت نمیکنن. در چندین گفتگوهای صلح دیگر هم ما مشاهدش بودیم که از حکومت افغانستان نماینده های رفتن، اما از شورای عالی صلح کسی شرکت نکرده. خود حکومت افغانستان هم کار نکرده و جهان هم کار نکرده. میتونه چه معنی داشته باشه؟ حکومت افغانستان که به بعضی گفتگوهای به اصطلاح سری و خفیه بوده، تماس های اولی بوده، هنوز پختنگی نرسیده، ما به سی از اونا حساسیت نداریم که او را جدی اعتراض کنیم. به چی معنا؟ اینها به اصطلاح جاده صاف کن هستن، راه را باز میکنن، اون که از اونا تماس میگیرن، میشینن، اونا را آماده میسازن به مذاکره، و وقتی که اونا آماده شدن به مذاکره، شورای عالی صلح باز مذاکره را که از اونا شروع میکنه و آدرس قانونی شورای عالی صلح هستن. شما خبر دارن شورای عالی صلح 1650 و چند یا بیشتر از 1600 نماینده کشور به چوکات ملی جرگه مشورتی برای صلح، اونا پیشنهاد کردن که ایره بسازن به همین شکل دیگه. به هر حال ایتو میخوام بگم که دولت و
شورای عالی صلح اگر با هم هماهنگ پیش برن، یا حکومت بگیم حکومت وحدت ملی هماهنگ پیش برن، این خوب است از اینکه متفرق باشیم. لحاظا ما با حکومت خود خیلی مشکلی نداریم که ایتو بگیم ما را دور میزنن و ما استقلال نداریم و کل کارار اینا پیش میبرن. ما حتی اعلان کردیم یک شخص، مثلا شما یاد کردین که مثلا آقای گیلانی یا دیگه اینا گفتن، آقای گیلانی اگر نفوذی داره برکت طالبا اونا را آماده بسازه برای گفتگو، ما استقبال میکنیم، ما حساسیت نمیکنیم که این مداخله کرد به کار ما، نه اونا را بیارن. منتها وقتی که مذاکره شروع میشه که ما استراتژی خود معین داریم، چوکات مذاکره را ما میفهمیم، ارزش ها و پرنسیپ ها را باید رعایت بکنیم و امی آدرس و مرجع را انتخاب کردن که امی به امی کار خود ادامه بدن. بله سپاسگزار از شما آقای قاسمیار در بحث امروز و بیننده های عزیز، تا لحظات دیگر آغاز روز همچنان ادامه خواهد داشت. سلام مجدد، با ادامه برنامه آغاز روز خوش آمدید و حالا هم من بابور آیدین در خدمت شما قرار دارم. صبح امروز هم در مورد وضعیت کندز در برنامه آغاز روز بحث هایی داشتیم و تا چند روز پیش، البته روز گذشته، نیروهای امنیتی افغان در برابر طالبان حالت دفاعی را به خود اختیار کرده بودند و طالبان مسلم در چند کیلومتری شهر کندز خود را رسانده بودند. اما حالا وضعیت امنیتی در کندز چگونه است؟ برای بحث بیشتر احمد فرشاد صالح خبرنگار آریا نیوز را از کندز با خود داریم و در این مورد بیشتر جزئیات از فرشاد میگیریم. فرشاد سلام، صبح بخیر. اکنون وضعیت در کندز چگونه است؟ آیا نیروهای امنیتی افغان حالت تهاجمی را به خود در برابر طالبان گرفتن یا خیر؟ سلام، بامداد شما هم بخیر. گونی که در گزارش های پیهمه که از ولایت کندز به ویژه از شهر کندز داشتیم گواهی ازی بودیم که نیروهای امنیتی هرچند که صدها و هزاران نیرو در بخش از این شهر هستند، اما این نیروها تمامیشان به حالت دفاعی هستند و تا اکنون تحرکات لازم برای سرکوب گروه های شورشی در کندز دیدن نمیشه. هرچند نیروهای همچون پلیس، نیروهای ویژه اردو، نیروهای خود اردو و قطعات چندین قطعه از نیروهای ارتش در کندز هستند که فعالیت های چندان ندارند و همهشان در خطهای صفری میان طالبان و نیروهای امنیتی به گونه حالت دفاعی هستند. هرچند که طالبان حمله کنند اینا پاسخ و بالمثل میتن، اما بدون از او عملیاتی که بتانه برای عقب زدن گروه های شورشی از عقب از حومه های شهر کندز را اندازی شده تا اکنون دیدن نمیشه و این نیروها در بخش های زیاد کمربند ها ایجاد کردن. اما این نیروها چنانه که انتظار می رفت که در عملیات های مثل پامیر یک یا شفق دو که پیشتر مقامات روی میسا از کابل سخن می زدن و از آغاز این عملیات ها سخن می گفتن، اما در عمل وقت شما در کندز بیاین چنین عملیات های دیده نمی شه و تا در چند کیلومتری شهر کندز طالبان فعالیت های گسترده دارن، پناهگاه های امن دارن و از اونجا بخشای از شهر را تهدید میکنن. مثلا شما اگر طرف پل آلچین یا طرف ولسوالی امام صاحب برین، فقط در فاصله 5 تا 6 کیلومتری شهر کندز طالبان حضور دارن، بیرقایشان برافراشته است و نیروهای امنیتی هم هرچند که صدها نیروها در این بخشا هستن اما به حالت دفاعی هستن. و یا هم مثل مناطق چون 300 فامیلی که تنها در فاصله 2 یا 3 کیلومتری شهر کندز است، از او که بگذرین در مناطق مثل زرخری تمامش گروه های شورشی هستن، فعالیت دارن، اما نیروهای امنیتی را وقت شما اونجا ببینید به حالت دفاعی هستن و تنها سر امو سرک قیر اکتفا کردن و بیشتر پاسگاه هایی که از نیروهای پلیس بوده تا 10 ماه گذشته که ویران شده و سوی گروه طالبان پس از دور دوم سقوط کندز میبینید که تبدیل به ویرانه شده
و پاسگاه های نیروهای امنیتی هم در او بخش آسیب های بسیار جدی دیده و این پلیس محلی هم پناه بردن به خانه های مردم و از خانه های مردم به عنوان پاسگاه استفاده می کنند، در حالی که باشنده های اون محل تاکید دارند که باید خانه هایشان از سوی نیروهای امنیتی رها شود، چون طالبان وقت حمله می کنند این خانه های مردم ملکی است که آسیب می بینند، ویران می شه و شیشه هایشان ریخته می شه. فرشاد، به اعتبار زیاد خود با مسئولان محلی یا با مسئولان امنیتی کندوز صحبت های داشته باشی، چرا واقعا تا هنوز هم که واقعا در کندوز آنچه که اشاره کردی آلت وخیم است، چرا حالا هم نیروهای امنیتی افغان حالت تدافی را به خود اختیار کردن و چرا تحرکات لازم را که مردم کندوز توقع دارن انجام نمیتن؟ مشکل اساسی در کجا است؟ یافته های خبرنگاران به ویژه خود چرا نشان میتن؟ خب مقام های محلی در کندوز میگن که به دلیلی که اینا مصروف استحکام بندی و دوباره بازسازی ساختن پاسگاه ها و ایستگاه ها و یا بیس های نیروهای امنیتی هستند، مصروف از او هستند، یعنی این نیروها در چندین مرحله کار میکنند که مرحله نخستش استحکام بندی و او پاسگاه های است که پیشتر در سقوط شهر کندوز از دست رفته بود و یا ویران شده بود. پس از این عملیات ها برای سرکوب گروه های شورشی آغاز خواهد شد. اما نگرانی ها وقتی شما با مردم میشینن صحبت میکنن این است که وقتی نیروهای امنیتی از عملیات های زمستانی خبر میتن، باید این عملیات ها آغاز میشدن و نیروهای مسلح دولت که در حومه های شهر و نزدیکی های شهر فعالیت دارن باید عقب زده شوند یا امو مراکز امنشان از بین برده شوند. از همین رو در زمستان هم فصل زیادی، یعنی زمان زیادی برای زمستان هم نمانده، زیرا یک ماه یک و نیم ماه بیشتر اینجا کندوز سرد شده، یعنی بیشتر مقام های دست اول طالبان هم گفته میشه که به پیشاور پاکستان رفتن و با یک نوع پراگندگی گروه طالبان مواجه هستند. از همین رو باید عملیات های تصفیه‌ای در بخش های از شهر کندوز پاکسازی میشد، گروه طالبان عقب زده میشد و عملیات های تصفیهی آغاز میشد، اما در عمل هیچ عملیات نظامی آغاز نشده، هرچند هوا هم بسیار خوب است، مساعد است برای پروازهای طیارههای جنگی نیروهای بین المللی و نیروهای افغان. و نگرانی هایی است که در فصل سرما هم زمان زیادی نمانده و باید نیروهای امنیتی به تحرک در بیان و گروه های شورشی را از دروازه ها و از حومه های شهر کندوز عقب بزنند تا در بهار سال آینده بار دیگر گروه های شورشی بر مرکز شهر نیایند و فعالیت های خود را، حتی این فعالیت هایشان سبب برای سومین بار سقوط شهر کندوز نشه. تا هنوز این مسئله انجام نشد آنچه که خود اشاره کردی و نیروهای امنیتی افغان هم تا حالا حالت تدافی را به خود اختیار کردن، واقعا مردم کندوز اعضای شورای ولایتی حالا همین اکنون چقدر کندوز را در معرض خطر میبینن؟ خب آسیب پذیری های بسیار جدی در شهر کندوز وجود دارد، تا وقتی که مخالف های مسلح دولت یا گروه های شورشی در کمین ورود به شهر باشند، یعنی در حومه های از شهر باشند، یک نگرانی جدی را میتواند به دنبال داشته باشند. اما نیروهای امنیتی میگن که پلان های بسیار گسترده ای برای سرکوب گروه های شورشی در بخش های گوناگون از شهر کندوز روی دست دارند، اما این نیاز به زمان بیشتر داره که برای عملی شدن ای. اما یک مسئله که بسیار کندوز را برای گروه های شورشی در شمال و شمال شرق افغانستان استراتژیک ساخته و یا شهر راه بردی در شمال و شمال شرق، یک بحث ترافیک مواد مخدر است که این گروه های هراس افغان میتونن از بخش شهر کندوز که هم سرحد است با تاجیکستان میتونن مواد مخدر را از طریق تاجیکستان و از مرزهای افغانستان که طالبان او مستقر است، مثلا مثل ولسوالی امام صاحب، این مواد مخدر را به خوبی ترافیک بکنن و انتقالش بتن به آسیای میانه، به روسیه و به مناطق دیگی. و گزارش های هم وجود داره که کماکان کشورهای آسیای میانه به گروه های هراس افغان سلاح توزیع میکنه و یا اینا رو کمک میکنه و یا حداقل بازار گرم سلاح فروشی هم وجود داره در مناطقی که طالبان در او حاکمیت دارند، در ولسوالی هایی که طالبان در او حضور دارند، یعنی سلاح هم به گونه آزادانه فروخته میشه و این سلاح ها گفته میشه که از کشورهای آسیای میانه وارد شهر کندوز شده. و سوی هم یک مسئله بسیار مهم اقتصادی است که
کندوز میتونه افغانستان را به آسیای میانه از طریق تاجکستان و سرحد و یا بندر شیرخوار بندر افغانستان را با آسیای میانه در واقع وصل بسازه. از همین رو ناامنی های بسیار گسترده در کندوز سبب کاهش روند انتقال و یا وارد و داد و ستد میان افغانستان و تاجیکستان و همین گونه همین راه با آسیای میانه هم شده که حتی این روند داد و گرفت ها کاهش یافته و سوی هم گروه های شورشی کندوز را انتخاب کردند تا بتانند شمال شرق افغانستان را و شمال افغانستان را از این راه گذر آسیب برسانند. وزارت دفاع افغانستان حداقل در هفته چند روز خبرنامه را پخش میکنه و اونجا در پهلوی دیگر ولایت های افغانستان ولایت کندوز هم نام برده بشه که عملیات های نیروهای امنیتی افغان جریان داره و در این طالبان مسلح و دیگر گروه حرس افغان این قدر تلفات دیدن. اما خودت عملا در کندوز حضور داری و ساحر هم دیدی و بررسی کردی و به این باور هستی که عملیات تحرکاتی از سوی نیروهای امنیتی افغان تا هنوز انجام نشده در کندوز و وضعیت هم واقعا ناگوار و دشوار است و گفتی که مواد مخدر هم قاچاق بشه از سوی طالبان. مسئولان امنیتی کندوز در این مورد واقعا چی میگن؟ چی زمان بالاخره عملیات نظامی علیه گروه های حراس افغان خب در کندوز رو اندازی خواهد شد تا نیروهای مسلح دولت تلفات داشته باشند؟ اما ای به این معنا نیست که نیروهای امنیتی یک عملیات گسترده را در شهر کندوز و حومه های از شهر کندوز آغاز کرده باشند. نبردها را نمیتون در ولسوالی های شهر ولایت کندوز رد کرد، ناامنی ها را نمیشه در بخش از حومه های از شهر کندوز رد کرد. همین شب وقت شما میخوابین صدای شلیک و بگونی پراگنده و یا نبردها شنیده میشه، اما این به این معنا نیست که نیروهای امنیتی حمله ور شدن و میخواهند مناطق را از وجود طالبان پاکاری بکنند، بلکه طالبان هم عملات در برابر این نیروها دارن که اینا در برابرش پاسخ و بلمسم میتن و اینا هم در برابر گروه های شورشی اقدام میکنن و وقت گروه های شورشی بالای این نیروها حمله میکنن اینا هم پاسخ و بلمسم میتن. و اما عملیات که زمستانی باشه، عملیات گسترده برای سرکوب گروه های شورشی باشه، عملیات پلان شده ای که از طرف نیروهای امنیتی برای پاکاری حومه های از شهر بیرون از شهر و یا ولسوالی های ولایت کندوز آغاز شده باشه چنین عملیات وجود نداره. ممکن است در بخش های از کندوز جنگ جریان داشته باشه، نیروهای امنیتی با طالبان درگیر باشن، اما این به معنی این نیست که یک عملیات پلان شده و یک عملیات تصویری در بخش‌های شهر کندوز و ولایت کندوز آغاز شده باشد. نیروهای امنیتی افغان که در کندوز حالت تدافی را به خود اختیار کردن و احتمال زیاد از نزدیک هم دیده باشین شما، واقعا روحیه‌شان چگونه است؟ با چه روحیه در آنجا قرار دارن و حضور دارن؟ خب نیروهایی که در نخستین خطهای نظامی با طالبان قرار دارند با یک روحی بالا هستند، یعنی نیروهای زیاد هم در کندوز است که میتونن مناطق از دست رفته یا مناطق که طالبان در او حضور و گسترده دارن فعالیت دارن، مراکز ساختن با خود و از او اطلاعات توزیع میکنن برای شاخه های دیگه خود، میتونن اینا اونا را از بین ببرن. اما یک مورد بسیار مهم این است که باید مراکز امن طالبان از هوا مورد هدف قرار بگیره و این به این معنی نیست که هلیکوپترهایی که در او وسایل نظامی نصب شده اونا بتونن این مراکز را از بین ببرن. این نیازمند یک عملیات گسترده است که نظامیان افغان با کارگیری نیروها و قطعات ویژه خود و شب هنگام این مراکز را از بین ببرند و سوی هم نیاز به عملات هوایی نیروهای بین المللی است و هواپیماهای است که نیروهای خارجی در دسترس دارند و یا هم هواپیماهای مثل سوپرتوکانوی که نیروهای نظامی افغان در دسترس دارند میتونن از این طریق مواضع مستحکم که طالبان ساختن رو از بین ببرن. در 10 ماه گذشته که برای دور دوم کندوز سقوط کرده طالبان مراکز امن ساختن، مثلا زیر ساختای برای خود ساختن در مناطق کال حضور دارن که به اون نظامی افغان مناطق ویژه برش میگن که طالبان زیرزمینی ها برای خود ساختن یا مواضع بسیار مستحکم از وسایل دست داشته خود ساختن،
او نیازمند به یک عملیات گسترده و یا هم یک عملیاتی که شبهنگام باشه نیاز از او است. از همین رو خواستا در کندوزی است که با وجود که نیروهای کافی در اختیارشان است عملیات‌های ویژه آغاز شود و نیروهای هوایی پس از بمباردمان نیروهای زمینی فرستاده شود برای گرفتن این مناطق و دوباره پاسگاه‌ها و یا در واقع بیس های کلان امنیتی ساخته شود که طالبان بار دیگر نتوانند این مناطق را از وجود نیروهای امنیتی بگیرند و یا بار دیگر بالای اینا حمله کنند. فرشاد، طالبان هم به دسته دسته تقسیم شدند. تا هنوز حکومت محلی کندوز این را مشخص کرده که بیشتر کدام گروه طالبان در کندوز فعالیت های تخریبی می کنند و با نیروهای امنیتی افغان مشغول نبرد هستند؟ خب اینجا نیروهای محلی میگن که طالبان از خارجی گرفته تا چچن، قرغز و طالبان تاجیکی در کندوز فعالیت دارند و حضور گسترده دارند و دست به تحرکات نظامی میزنند. خب گروه چون همهشان زیر یک سقف گروه طالبان فعالیت میکنند، گروه های همچون لشکر طیبه یا گروه های مثل در واقع گروه چندین گروه عرصفگن هستند که در کندوز فعال هستند، اما همهشون زیر یک چتر فعالیت میکنند و مثل شبکه اقانی هم در کندوز فعال است و فعالیت های زیاده میکنند، اما همهشون زیر یک چتر است و سازماندهیشان گفته میشه که از طرف مقام های پاکستانی یا نظام ها و جنرال های پاکستانی اداره میشه. زیرا یک فرمانده که دیروز ما کامرایش یک مصاحبه داشتم، او میگفت که او دست کم 2 سال با گروه طالبان فعالیت داشت و با طالبان یک دست بود، اما اکنون با پلیس محلی پیوسته. او میگه که وقت ما عملیات های مخربانه ای را در شهر کندوز و یا در حومه های شهر یا بیرونتر از شهر کندوز را اندازی میکردیم، جنرال پاکستانی با ما میدید و ما را با دادن هدایای تشویق میکرد. این دیده میشه که در عقب این سناریو هم کشورهای منطقه دست داره و این عملیات ها را و این ناامنی ها را در کشور و در بخش های شمال و شمال شرق دامن میزنند. اما این میتونه این فعالیت ها متوقف شود یا از بین برده شود یا سرکوب شوند. اگر نیروهای امنیتی با یک پلان گسترده تر آغاز به عملیات های مشترک بکنند و این گروه های عرصفگن را به عقب بزنند، بدون شک این نیروهای امنیتی توان سرکوب گروه های عرصفگن را در بخش های شهر کندوز دارند. بسیار تشکر فرشاد و مواظب خود باش. سپاسگزارم. برنامه آغاز روز در همین جا به پایان میرسد.